سلام بر شما بینندگان گرامی تلویزیون ایران فردا با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز محمود علیزاده تبا تبایی وکیل مدافع سبا آزرپیک روزنامه نگار از آزادی موکلش خبر داد به گفته وی برای آزادی این روزنامه نگار وسیقه 200 میلیون تومانی در نظر گرفته شده بود که خانواده وی وسیقه مورد نظر را تهیه کردند و او آزاد شد خانم آزرپیک 29 و 30 تیر ماه 93 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه در دو جلسه چهار ساعت محاکمه شد. شاهدان عینی از کاهش وزن این روزنامه نگار خبر دادند. سبا آزرپیک هفتم خرداد ماه سال جاری بازداشت شده بود. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده واشنگتن میتواند با ایران درباره داعش گفتگو کند. خانم هارف تاکید کرده آمریکا تهدیدهای قلدر معابانه داعش را نادیده گرفته و به حملات هوایی خود علیه مواضع داعش در نزدیکی موسل ادامه می دهد. به افسود داعش باید نابود شود. در همین حال مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 29 مرداد ما در واکنش به درخواست دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برای همکاری میان دو کشور علیه تهدیدات داعش گفت در این مورد گفتگوها شروع شده و رایزنی هایی در جریان است. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت روز یکشنبه 26 مرداد ماه به نقل از دیوید کامرون خبر داد بریتانیا باید آماده باشد تا در نبرد علیه تهدید مشترک نیروهای دولت خودخوانده اسلامی با جمهوری اسلامی ایران هم پیمان شود. مارات اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده قتل خبرنگار آمریکایی به دست گروه داعش را محکوم و نسبت به آن ابراز انزجار کرد آقای اوباما تاکید کرده دولت او برای محافظت از مردم آمریکا هر آنچه که لازم است انجام میدهد در یک نوار ویدیویی که روز سهشنبه در شبکه مجازی منتشر شد مردی نقاب از افراد داعش سر جیمز فولی را میبرد به گزارش خبرگزاری رویترز باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده اقدام نیروهای داعش در قتل جیمز فولی خبرنگار آمریکایی را به شدت محکوم کرد سخنان آقای اوباما پس از انتشار ویدیویی از قتل فجیع جیمز فولی بیان می شود که ویدیوی نشان می دهد یکی از افراد داعش این خبرنگار آمریکایی را گردن می زند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به این ویدیو اظهار داشت هیچ خدایی آنچه که آنها انجام دادند را تایید نمی کند وی سپس از دولت خودخانده اسلامی یا داعش به عنوان سرطان نام برد و تأکید کرد که چنین گروهی در قرن 21 جایی ندارد به گفته آقای اوباما نیروهای دولت خودخوانده اسلامی زنان و کودکان را مورد شکنجه و تجاوز قرار می دهند، آنها را به بردگی می گیرند و مردم را می کشند. او در ادامه سخنان خود نیروهای داعش را به اقدام برای نسکشی متهم ساخت و گفت آنها مسیحیان و دیگر اقلیتها را هدف خشونتهای خود قرار دادند. آقای اوباما سپس از داعش به عنوان گروهی نام برد که ایدئولوژی شکست خورده ای را برای خود برگزیده است وی در نهایت تاکید کرد که دولت آمریکا حملات خود علیه این گروه را متوقف نخواهد کرد در این حال بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز قتل جیمز فولی را به شدت محکوم کرد و این اقدام نیروهای داعش را جنایتی چندشاور خواند سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که آقای بانکمون ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده و همکاران خبرنگار مقتول، خواهان مجازات عاملان قتل او شده است. در رویداد دیگر هم یک مقام آمریکایی که خواست نامش اعلام نشود، اعلام کرد پنتاگون در پاسخ به درخواست وزارت خارجه آمریکا نزدیک به 300 سرباز به عراق اعزام می کند. به گزارش یک شبکه خبری آلمان، این نیروهای تکمیلی که برای دفاع از اماکن سیاسی آمریکا در عراق مأموریت دارند، شمار نیروهای نظامی و مستشاران آمریکایی مستقر در این کشور را به 1150 نفر افزایش خواهند داد. از سوی دیگر ماری هارپ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت در جریان این خبر نیستم در خبری دیگر هم دیوید کمرون نخست وزیر انگلیس ضمن وحشیانه و تکان دهنده توصیف کردن قتل روزنامه‌نگار آمریکایی توسط گروه داعش گفت احتمال زیادی وجود دارد که قاتل جیمز فولی تبعی بریتانیا باشد و این اظهارات را پس از نشست اضطراری دولت بریتانیا که با حضور مقامات ارشد از جمله وزیر خارجه و مقامات اطلاعاتی و امنیتی این کشور در ارتباط با قتل روزنامه‌نگار آمریکایی برگزار شد بیان کرد. کمرون گفت بگذارید به وضوح اعلام کنم که این قتل به هیچ وجه قابل توجیه نیست. به افزود هنوز هویت فردی که این عمل را انجام داده برای ما روشن نشده است اما به احتمال قوی فرد قاتل یک شهروند بریتانیایی است نخست وزیر بریتانیا اضافه کرد این مسئله عمیقا تکان دهنده است اما ما میدانیم که شمار زیادی از شهروندان بریتانیایی برای مشارکت در حرکتهای افراطی و خشونتبار به کشورهای عراق و سوریه رفتند و ما بایستی تلاش مضاعفی را به خرج دهیم که ما از رفتن این افراد شویم وی با بیان اینکه بریتانیا وارد درگیری های فضاینده نظامی در منطقه خاورمیانه نخواهد شد گفت مواضع سیاست خارجی ما کاملا روشن است ما به دنبال همکاری با دولت جدید عراق و ارائه کمک تسلیحاتی به کردها برای جنگ علیه گروه تروریستی داعش هستیم گفتنی است پیش از این نیروهای داعش تهدید کرده بودند که در صورت عدم توقف حملات آمریکا علیه آنها یک خبرنگار آمریکایی دیگر را که به اسارت گرفتهاند به قتل خواهند رساند جیمز ولی حدود دو سال پیش توسط تندروهای اسلامی در سوریه ربوده شده بود این خبرنگار به هنگام مرگ چهل سال داشت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به اردبیل سفر کرده است بار دیگر بر ادامه مذاکرات با قدرت های غربی تاکید کرد و گفت ما میخواهیم مذاکرات به نتیجه برسد و هدفمان این است که هم حقوق هسته ایمان تامین شود و هم تحریم های نابجا برداشته شود. به خاطر نشان کرده اگر طرف مذاکره کننده نیز همین اراده را داشته باشد به نتیجه خواهیم رسید چون تحریم به نفع هیچ کس نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود وعده داد تا پایان سال 93 نرخ تورم به زیر 20 درصد خواهد رسید و همچنین ابراز امیدواری کرده که رشد منفی اقتصاد ایران پایان گیرد و در سال 93 به رشد مثبت برسد مصطفى تاجزاده علت رأی آوردن استیزاه رضا فرجی دونو وزیر علوم را تایید رهبری دانسته. آقای تاجزاده در ملاقات با همسرش در این باره گفته بود اگر استیزاه رأی آورد نشان از آن دارد که حتما با تایید آقا بوده و اگر رأی نیاورد باید آن را اقدام خودسرانه و بدون هماهنگی جبهه پایداری دارست این موضوع را فخر و محتشمی پور همسر آقای تاجزاده پس از ملاقات با وی در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است پس از اعلام رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر علوم طی حکمی از سوی رئیس جمهوری محمد علی نجفی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد حسن روحانی همچنین ضمن قدردانی از تلاشای رضا فرجی دونو او را به سمت مشاور خود در امور علمی و آموزشی منصوب کرد روز گذشته مجلس شورای اسلامی وزیر علوم دولت روحانی را برکنار کرد به دنبال برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حسن روحانی رئیس جمهوری محمد علی نجفی را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرده است. آقای نجفی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم توسط آقای روحانی برای تصدی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شده بود اما با یک اختلاف نتوانست رأی اعتماد نمایندگان مجلس را به دست بیاورد محمد علی نجفی از آن پس ساکنون از مشاوران حسن روحانی و برای مدتی رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و همچنین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی بوده است بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در صورت برکناری یک وزیر ری جمهور می تواند تا سه ماه برای آن وزارتخانه سرپرست تعیین کند. آقای نجفی از سیاستمداران نزدیک به جناح اصلاح طلب در ایران است و در دولت های سی سال گذشته مسئولیت وزارتخانه ها و معاونت های متعددی را بر عهده داشته است. حسن روحانی همزمان و در حکم جداگانه‌ای رضا فرجی دانا را نیز به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور علمی و آموزشی منصوب کرده است آقای روحانی در این حکم از وزیر سابق علوم به عنوان دانشمندی پرتلاش نام برده و افزوده است که بسیار علاقمند بود بتواند همکاری با او در دولت را ادامه دهد مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی را برکنار کرد نمایندگان مجلس با 145 رأی موافق و 15 رأی ممتنع به برکناری آقای فرجی دانا رأی دادند رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم با دفاع از عملکرد خود از سیاه نمایی ها علیه این وزارتخانه انتقاد کرد وی در جلسه استیزای خود به نقل از وزیر کشور گفت که امروز فضای دانشگاه ها در بهترین، امترین و آرامترین وضعیت ممکن قرار دارد. وزیر سابق علوم از کاهش تحرکات تنزا در دانشگاه ها خبر داد و افزود دانشجویان ما به مبانی نظام اعتقاد دارند ولی وقتی در سن 22 سالگی حکم سنگین انضباطی گیرند، به دلیل کم سن و سال بودن رفتارهای احساسی نشان میدهند. رضا فرجی دانا توسط تعدادی از نمایندگان مجلس متهم بود که در دوران وزارت فضای دانشگاه ها از نظر امنیتی متشنج و آبسن فتنه جدیدی شده است. سرپرستی محمد علی نجفی بر وزارت علوم بلا فاصله با واکنش تند محافظ کاران روبرو شد. وبسایت‌های امنیتی و همچنین روزنامه کیهان با انتقاد از این انتصاب این اقدام روحانی را دهنکجی دولت به مجلس و برخلاف گفته حسن روحانی که اظهار کرده بود دولت به رأی مجلس احترام میگذارد قلمداد کردند انتظار می در روزهای آتی نیز بر مخالفت محافظه‌کاران برای انتصاب نجفی افزوده شود زلزله زدگان منطقه مورموری واقع در شهرستان آبدانان استان ایلام هنگام بازدید عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران از مناطق زلزله زده نسبت به عدم ایجاد امکانات در منطقه یاد شده اعتراض کردند مردم معترض خواهان ایجاد امکانات آب، یخ، مواد غذایی، چادر و اسکان بودند آنها همچنین خواستار جبران خسارت ها از سوی مسئولان کشوری شدند مردم منطقه میگویند مسئولان تنها شعار میدهند و خبری از عملی شدن وعده ها برای کمک رسانی نیست. پس از گذشت دو روز از زلزله مورموری، مردم همچنان با مشکلات بسیاری از جمله اسکان و کمبود آب آشامیدنی مواجهند. زلزله به بزرگی 6 ممیز دو دهم ریشتر صبح روز دوشنبه 27 مرداد ماه منطقه مورموری را لرزاند و خسارات زیادی به مناطق مسکونی این منطقه وارد کرد. در این زمین لرزه ده ها تن زخمی شدند. یک روز پیش از برکناری رضا فرجی و وزیر علوم برغی نمایندگان مجلس تور گردشگری نظامی به دستور علی خامنه ای برای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و معاونان وی برگزار شد. سایت رسمی وزارت دفاع گزارش داده آقای ظریف به همراه معاونین وزارت امور خارجه و رؤسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور از بخش های مختلف صنایع دفاعی وزارت دفاع بازدید کرده است. پیشتر علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی گفته بود یکی از مسئولین درباره مسائل نظامی یک نظری داده بود که مطابق واقع نبود و بنده گفتم یک تور نظامی برای مسئولین کشور قرار بدهید محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دوازدهم آذر ماه سال گذشته در دانشگاه تهران گفته بود آمریکا میتواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد و از سیستم دفاعی ایران نمی ترسد. آژانس بین المللی انرژی اتمی چهارشنبه شب تازه ترین گزارش خود در مورد برنامه هستهی جمهوری اسلامی و روند اجرای برنامه اقدام مشترک را منتشر کرد. این گزارش بر پایبندی این کشور به توافق موقتی که سال گذشته میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک منعقد شد سهه گذاشته است. بر اساس توافقنامه موقتی که آذر سال گذشته برای مدت شش ماه میان جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک منعقد و چندی پیش برای مدت چهار ماه دیگر تمدید شد آژانس المللی انرژی اتمی وظیفه دارد با نظارت بر برنامه هسته ایران روند اجرای توافقات را به اعضا گزارش دهد محمد رزان نقدی رئیس سازمان بسیج میگوید اسلام باید در همه زمینه ها در ایران حاکمیت پیدا کند به گفته 95 درصد مردم شبکه های مبتزل ای تماشا می کنند کارمندان جامعه اسلامی نباید رشوه بگیر باشند و برخی تربیت شدگان دانشگاه ها افکارشان خراب است به همچنین با بیان اینکه نسل غرب در حال انقراض است گفته بسیج معمور امر به معروف در محله ها می شود به گزارش وبسایت بسیج سردار محمد رضا نقدی فرمانده تندروی بسیج با انتقاد از شبکه های ماهوارهای فارسی زبان گفت در هفته گذشته 162 مین شبکه ماهوارهای به زبان فارسی باز شده است وی افزود در حالی که ما در تحریم شدید هستیم آخرین نسل تلفن های همراه با تمام امکانات و شبکه های فاسد لحظه به لحظه وارد بازار تهران و همهگیر می شود که این یک حرکت حساب شده و برنامه ریزی شده است. بسیاری از مردم با آنکه آسیب خورده این میدان هستند و عدهای هم تلف شدند اما توجیه علمی می آورند و میگویند این شبکه ها شبکه های علمی هستند در حالی که 95 درصد این افراد شبکه های مبتزل ماهواره را نگاه می کنند. نقدی گفت این منطق پذیرفته نیست که ادعی بهانه میآورند که اخبار جمهوری اسلامی ایران سانسور شده است و به بهانه اخبار وارد انواع شبکه های مبتزل می شوند و نتیجه این فرهنگ افزایش سه برابری طلاق در ایران شده است سردار نقدی در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت نتیجه نهادینه شدن جریان فساد در غرب این است که نسل آنها در حال انقراض است به طوری که صد سال آینده در کتاب های تاریخ باید بنویسند نژادی به نام نژاد اروپایی زمانی روی کره زمین وجود داشت وی افسود ما به این بستر پذیرنده تهاجم فرهنگی بی توجهی کرده ایم و اگر بسترها را درست نکنیم رفتن به سوی جامعه اسلامی تنها در حد یک شعار باقی می ماند. فرمانده بسیج در ادامه به استادان دانشگاه حمله کرد و گفت متاسفانه برخی افراد که علوم سیاسی نیز خواندند به آن فهم و شعوری که مقام معظم رهبری فرمودند نرسیدند و به طوری که برخی از این تحصیل کرده ها میگویند باید با آمریکا سازش کرد وی افزود بسترهای فرهنگی باید در آموزش و پرورش درست شود وگرنه ما نمیتوانیم جامعه اسلامی درست کنیم که نتیجهش این می شود که کارمندان ما رشوه بگیر میشوند و پارتی بازی در ادارات نهادینه می شود. سردار نقدی همچنین گفت شیعه و سنی فریب رسانه های بیگانه را می خورند و شبکه های ای ده تا پانزده شبکه علیه سنی و ده تا پانزده شبکه علیه شیعه درست کردند که به یکدیگر ناسزا میگویند و مقدسات یکدیگر را زیر سوال میبرند این فرمانده بسیج همچنین گفت برخی تربیت شدگان مدارس و دانشگاه ها افکارشان خراب است که امروز میگویند نه غزه نه لبنان فرمانده بسیج جمهوری اسلامی در اظهارات دیگری هم بار دیگر از حضور جدی بسیج و فعالیتهایش در زمینه امر به معروف و نهی از منکر سخن گفت سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت شورای امر به معروف و نهی از منکر در تمامی مساجد کشور تشکیل می شود تا نسبت به اصلاح منکرات در محله ها اقدام کنند پیش شده با حضور هیئت امنای مساجد و همچنین معتمدین محلات امر به معروف و نهی از منکر حضوری جدی داشته باشد چندی پیش شهروندان تهرانی شاهد حضور گشت موتوری امر به معروف و نهی از منکر در سطح شهر بودند این گروه زیر نظر انصار حزب الله تشکیل شده و وظیفه خود دانستند که در مورد حجاب به شهروندان تذکر دهند اظهارات سردار نقدی در خصوص مأموریت بسیج برای امر به معروف در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود در سراسر خیابانها امنیت واقعی حاکم می کنم به گونه ای که دختران ما احساس امنیت کنند من نخواهم گذاشت مأموری بینام و نشان از کسی سوال کند زهرا ربانی عملشی عروس آیت الله منتظری در نامه به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی با اشاره به حمله زندانبانان به زندانیان سیاسی نوشته است آیا ارعاب زندانیان بیدفاع اخلال در امنیت آنان و امنیت جامعه نیست و آیا تامین امنیت آنان با قوه قضایی و در رأس آن شخص شما نیست وی در این نامه تصریح کرده است فشارهایی که در ایران به زندانیان سیاسی وارد می شود حتی در زندانهای اسرائیل هم به زندانیان فلسطینی وارد نمی شود تا کنون چندین بار به بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی است حمله شده و خساراتی به آنان و اموال شخصیشان وارد شده است کامران دانشجو وزیر سابق علوم با دفاع از تفکیک جنسیتی گفته تعریف من از اختلاط روابط دختر و پسر به سبک غربی است و ما باید جلوی آن را بگیریم حالا شهرداری چنین کاری کرده چرا ادعای ایراد میگیرند؟ و همچنین با انتقاد از دولت روحانی گفته دولت نه تنها تورم را کاهش نداده بلکه باعث گرانی بیشتر هم شده است و الان دیگر واضح است که کار دولت‌های ضعیف خراب کردن دولت‌های قبلی است رئیس قوه قضایی که اخیرا حکم ریاستش بر قوه قضایی به مدت پنج سال دیگر تمدید شده از علی خامنه ای تشکر کرده و گفته همینجا بیعت خود را با رهبری اعلام می داریم به همچنین گفته جمع کردن فتنه 88 مهمترین کار قوه قضایی بود به گزارش مشرق صادق آمولی لاریجانی در نشستی با حضور مسئولان ارشد قضای ایران بیعت خود را با علی خامنه ای اعلام کرد و گفت همینجا بیعت خود را با رهبری اعلام می داریم. صادق لاریجانی که اخیرا حکم ریاستش بر قوه قضایی به مدت پنج سال دیگر تمدید شده تغییراتی را هم در قوه قضایی به عمل آورد. او غلام مسن محسنی اجهی داستان کل کشور را به سمت معاون اول قوه قضاییه و ابراهیم رئیسی معاون اول پیشین این قوه را به سمت داستان کل کشور منصوب کرد لاریجانی همچنین در حکم جداگانه حسین کریمی را به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب نمود میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه 27 مرداد با اعلام انتصاب آقای عجیهی به سمت ماون اول قوه قضاییه خبر داده بود که محمد جعفر منتظری رئیس فعلی دیوان عدالت اداری جایگزین وی در سمت دادستانی کل کشور می شود اما کمی بعد این خبرگزاری در توضیح نوشت که خبرش بر اساس اطلاعات تایید نشده انتشار یافته بود آمولی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اعتراضات مردم به انتخابات جنجالی 88 موضوعی که جمهوری ولایت فقی از آن به عنوان فتنه یاد می کند گفت جمع کردن جریان فتنه از کشور کار مهم دستگاه قضایی بود وی گفت برخی فتنه را جریانی زماندار می دانند که اینک تمام شده است اینکه که بساط فتنه برچیده شد حرف درستی است اما مهم این است که مشخص شود ما از فتنه چه تحلیلی داشتیم و اصلا جریان فتنه را فتنه می دانیم یا نه آمالی لاریجانی با انتقاد از برخی نظرات راجع به فتنه با بیان اینکه اگر کسی اصل فتنه را قبول داشته باشد نباید اصحاب فتنه را به کار بگمارد افزود اگر کسانی از فتنه برگشتن اشکالی وجود ندارد چون انسان جایز الخطاست، اما قابل پذیرش نیست آن دست از فعالان فتنه که هنوز هم بر مواضعشان پافشاری کنند در دستگاه های حکومتی بر مناسب مدیریتی قرار بگیرند رئیس قوه قضایی عادی سازی چهره های فتنه در بخی از های کشور را حرکتی برخلاف و امنیت ارزیابی کرد و گفت کسانی که بعد از اتمام حجت رهبری در نماز جمعه تاریخی ایشان در مقابل ولی فقی استادگی کردند عمل کردشان ندارد و حداقل نباید به این افراد مجال تصدی پست مدیریتی داده شود پیش از این نیز برخی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان نسبت به انتصاب برخی از مدیران در دولت حسن روحانی که به گفته آنها در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نقش داشتن اعتراض کرده بودند یکی از انتقادات نمایندگان استیزا کننده وزیر علوم در جلسه روز چهارشنبه مجلس که منجر به برکراری آقای فرجی دانا شد انتصاب افراد فعال در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در این وزارتخانه بود آمولی لاریجانی با تاکید بر اینکه قوه قضایی با ادعاهای حقوق بشری از موازین شرعی و قانونی عدول می کند افزود کسی که بر روی مردم اصلیه بکشد محارب است و مطابق با این اموان با او برخورد می شود گفتن از قوه قضایی ایران به نقض حقوق بشر متهم است و نام آقای آمولی لاریجانی در سال 1391 به همین علت در فهرست تحریم های اتحادی اروپا قرار گرفت صادق آمولی لاریجانی در پایان سخنان خود گفت بر خود قوه قضایی در برابر جرایمی که با امنیت مردم سر و کار دارد مانند سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف قاطعانه و شدید است و در این زمینه به سر و صداهای حقوق و شدید نیز اعتنایی نداریم وی افزود کسی که بر روی مردم اصلیه بکشد محارب است و مطابق با این اوان با او برخورد می شود گفته است این احضار نظر در حالی است که چندی قبل محمود کریمی از مداهان نزدیک به علی خامنه ای در روز روشن به روی مردم اسلحه کشید و قوه قضایی هرگز او را بازخواست نکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد عملیات علیه غزه هنوز تمام نشده است و این عملیات ادامه دار خواهد بود جنگندهاد اسرائیل روز گذشته در تلاش برای ترور محمد زعیف فرمانده گردنهای قسام شاخی نظامی حماس منزل وی را در غزه بمباران کردند و در جریان آن همسر و دختر زعیف کشته شدند. امروز پنجشنبه نیز ستن از فرماندهان ارشد شاخه نظامی گروه حماس در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه کشته شدند کشته شدگان عبارتند از رائد ابو عطار فرمانده ارشد نظامی حماس در جنوب غزه محمد ابو شمله فرمانده نظامی حماس در رفع و محمد برهم از خیشاوندان فوزی برهم سخنگوی حماس و از فرماندهان محلی تیپ های عزالدین قسام سخنگوی حماس در این رابطه گفته است ترور رهبران این گروه اراده مردم فلسطین برای رویارویی با اسرائیل را در هم نخواهد شکست مجله آمریکایی دیفنس ایرو اسپیس فاش کرد دولت یمن قصد دارد تا هواپیمای بدون سرنشین سباک از آمریکا خریداری کند این نشریه نوشته است یمن در حال برنامه ریزی برای عقد قرارداد با نیروی دریایی آمریکا در این زمینه است بر اساس این گزارش تعداد این هواپیماها نه فروند خواهد بود و این قرارداد همچنین شامل واردات قطعات یدکی و آموزش کارشناسان و حمایت فنی دوازده ماهه خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به انتقاد کشورهایی چون ایران، مصر و چین نسبت به برخورد دولت آمریکا با مسئله های فرگوسن واکنش نشان داده و مقایسه شرایط حقوق بشری آمریکا با کشورهای یاد شده را مردود دانسته است. مرگ یک نوجوان 18 سالی سیاه پوست در فرگوسن در روز نهم اوت بر اثر شلیک یک افسر پلیس به وی از هفته گذشته باعث اعتراضاتی در این شهر شده و نحوه برخورد نیروهای انتظامی و نظامی آمریکا با این اعتراضات انتقاد برخی کشورها را برانگیخته است. ماری هارف در واکنش به این انتقادها گفته است ما کارنامه خود در خصوص رودررویی با مشکلاتمان را به طور شفاف، صادقانه و آزادانه در برابر هر کشور دیگر جهان قرار می دهیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است افراد آزادند هر چه می خواهند بگویند. ما در اینجا به آزادی بیان عمیقا اعتقاد داریم. وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه از ایران و تمام کشورهای منطقه خواست تا در نبرد علیه خلافت خودخوانده اسلامی در سوریه و عراق موسوم به داعش به کشورهای غربی بپیوندند در همین راستا دولت فرانسه نسبت به اوضاع خاور میانه بویژه در عراق و سوریه ابراز نگرانی کرده و به طور غیرمستقیم انتقادهایی را متوجه آمریکا کرد جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا شاهید خبرنگار ما از پاریس در وضعیت سیاسی امروز در خاورمیانه به خصوص در حالی که در عراق، غزه، لیبی و البته سوریه کلمه بحران حداقل بیان رو به عهده میگیره آقای فرانسوا اولاند در مصاحبهش با نشریه لوموند و کمی دیرتر وزیر خارجه آقای فابیوس گفتند که امروز در سوریه وضع ناشی از تصمیمات دولت آقای اوباما است که فرانسه چندان با آن موافق نبود اما یک تنه هم نمی توانست بدون حضور امریکا کاری رو صورت بده شب گذشته هم در یک میزگرد تلویزیونی که در فرانس ونکت پخش شد متخصصان می که اونچه که امروز در عراق شاهدش هستیم تاثیر مستقیم از سوریه رو داره فرانسه بیان که دنبال توجیه نکته خاصی باشد میگوید که در اتحادیه اروپا هم صدای چندانی نداشت و آقای اولان همکنون در صدد راهاندازی یک کنفرانس بین المللی در مورد جهادیون است. آقای اولان در مصاحبهش با روزنامه لوموند گفته که جامعه جهانی مسئولیت مهمی رو در قبال سوریه بردوش دارد و او میگوید که اگر دو سال پیش یک دولت انتقال رو در سوریه شاهد بودیم امروز دولت اسلامی نداشتیم و یا که اگر یک سال پیش دول جهانی واکنش مناسبی رو در برابر بشار اسد به دلیل استفادهش از سلاح‌های شیمیایی نشان میدادند، امروز انتخاب وحشتناک بین یک دیکتاتور از یک سو و یک گروه تروریستی از سوی دیگر رو نداشتیم در همین حال آقای فابیوز وزیر خارجه هم نصر مشابهی رو مطرح میکنه و با استناد به گفته خانم کلینتون در ارتباط با زمان که خود او وزیر خارجه امریکا بوده میگوید که این اشتباه در دوره شغلی خود من صورت گرفت آقای فابیوس وزیر خارجه برای اولین بار میگوید که فرانسه به مخالفان غیر مذهبی در سوریه کمک های نظامی کرده و وزیر خارجه میگوید که در سال 2012 وقتی اعتراضات در سوریه آغاز شد فقط از یک طرف حکومت بشار اسد وجود داشت و از یک طرف یک اپوزیسیون لایک اما در حال حاضر رسانه های فرانسه بعد از آن که امریکا اعلام کرد سوریه تمام سلاح های شیمیاییش رو نابود کرده این پرسش مطرح است که آیا وضعیت در اوکراین و تصمیمات آقای پوتین تا چه حد در ترازوی حوادث سوریه قرار داره و کارشناسان همینطور عقیده دارن که جهادیون اسلامی در عراق به دلیل خشونت و تصاحب ابزار جنگی در این کشور به یک قدرت بسیار خطرناک تبدیل شدن و برای همین پرسش امروز در سوریه این است که اگر سلاح برای مخالفان رژیم بشار اسد فرستاده بشه چه تضمینی میگوید که این سلاحا به دست جهادیون اسلامی نیفته و این در حالی که تعداد قربانیان سوریه به 170 هزار نفر رسیده و تعداد فراریان و یا پناهندگان به مرزها از آمارها و کنترلها خارج شده است پاریس تلویزیون ایران فردا با این گزارش به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. از شما دعوت می کنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش می شود. شب و روز شما خوش.